یک مسئول عراقی از کشف و نبش قبر بقایای پانزده جسد در یک گور دست جمعی متعلق به دوران رژیم صدام دیکتاتور سابق عراق در جنوب این کشور خبر داد مدیر مؤسسه الشهدا در عراق ضمن اعلام این خبر گفت گمان می رود این گور دست جمعی مربوط به انتفاضه شعبانیه در زمان رژیم صدام باشد گفته می شود این گور حدود 100 جسد از قربانیان رژیم منحل بعث را در خود جای داده است. این گور دست جمعی در نزدیکی شهر نجف اشرف قرار دارد و ماه آوریل گذشته در جریان ساخت و ساز یک مجتمع مسکونی کشف شد تا به این لحظه اسم و هویت اجساد یافت شده در این گور مشخص نشده است. از سال 2003 میلادی تا کنون ده ها نمونه مشابه این گور دست جمعی در شهرها و استانهای مختلف عراق کشف شده است.